محمد بهمن‌بیگی را در ایران به عنوان بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری می شناسند. کسی که تحصیلات مقدماتیش را به شیوه سنتی در ایل قشقایی شروع کرد و بعدها از دانشگاه حقوق تهران با مدرک کارشناسی فارغ التحصیل شد. او در سال 1299 در منطقه‌ای به اسم قیروکارزین در استان فارس به دنیا آمد. قیروکارزین منطقه اصلی ایل قشقایی است. تاریخ قشقایی ها در ایران سرشار است از نقاط غرورانگیز و افتخار آفرین. محمد 10 ساله بود که پدرش را در راستای سیاست تضعیف عشایر به تبعید به تهران محکوم کردند و شاید همین امر باعث رشد بهمن‌بیگی در ادامه تحصیل شد. او در خاطرات خود می نویسد: تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود من بودم. شب و روز درس می خواندم. 2 کلاس 1 می کردم. من اولین کودک قشقایی بودم که در کلاس های ابتدایی شاگرد اول شدم. وقتی که در مدرسه علمیه منو آزمودند که به چه کلاسی ببرند، قط و ربط و غیرزید اون که پسندیدن بردن کلاس 5. من خیلی باهوش بودم، از 6 رو بردم 8، از 8 رو بردم 10. بهمن‌بیگی پس از اتمام دوره تحصیل با معرفی یکی از سران ایل قشقایی به آمریکا رفت و پس از مدت بسیار کوتاهی به وطن بازگشت. و از آنجا که در شهر و کارهای اداری دوام نیاورد، پس از چندی به ایل بازگشت. او در ادامه فعالیت‌های خود به آموزش عشایر رو آورد و چادر سیاه ویژه آموزش خود را از سال 1331 برپا کرد. اینگونه نخستین آموزگار عشایر ایرانی می توانست در 8 ماه از تابستان و زمستان به مردم ایلش درس بدهد و آنها را به روزگار خیش آگاه تر کند. اینجا دانشترهای عشایری است. 21 سال پیش تأسیس شده، یعنی 4 سال بعد از ایجاد تعلیمات عشایر. این 4 سال اول رو ما صرف تهیه اولین آدمهایی از ایلات کرده ایم که بتونستن در دوره اول دانشترها شرکت بکنن. در سالهای اول این مؤسسه تعلیماتی که برای باسواد کردن بچه های ایلات به وجود آمده، فقط در حدود 60 تا 80 نفر بین این دو رقم نوسان داشت، میتونست دانش آموز بیاره و معلم بپروره. خوشبختانه در سنوات اخیر که توفیق ما به عرض مقامات عالیه رسیده، تعداد سالیانه تربیت شونده به 1000 و بیش از 1000 رسیده و امسال 1350 نفر است. همه این افراد از افراد ایلاتن. حتی دبیرهای این مؤسسه بسیار پر افتخار از بچه های مدارس عشایری بودن. ایل قشقایی دارای زبان و ادبیاتی غنی است. آنها به زبانی از شاخه جنوب غربی ترکی یا ترکی آغوز صحبت می کنند. این زبان غیر از فارس در همدان نیز رواج دارد. کوالسکی این زبان را نزدیکترین گویش به ترکی آذربایجانی دانسته است. قشقایی ها همچنین در موسیقی هم برای خود صاحب سبک هستند. موسیقی آنها برخلاف موسیقی سنتی ایران بر پایه ردیف نیست، بلکه از طبیعت و سرنوشت قشقایی ها الهام می گیرد. گاهی محزون است، گاهی پرشور است و گاهی حماسی. بهمن‌بیگی در سال 1330 نامه‌ای به علی شایگان وزیر فرهنگ وقت می نویسد و در آن پیشنهاد تأسیس مدرسه سیار در عشایر می دهد و در این باره از وزیر تقاضای تأمین و در اختیار گذاشتن حداقل
50 آموزگار می کند. او می گوید اندیشه تعلیم و تربیت اطفال ایل آسوده هم نمی گذاشت. اعتقاد بزرگتر من بر تعمیم سواد و دانش بود. سواد را بیش از هر عامل دیگر مایه نجات می پنداشتم. اما اعتقاد عمومی زمامداران فرهنگی و غیر فرهنگی بر این بود که ایل تا زمانی که گرفتار حرکت است و اقامتگاه مشخصی ندارد نمیتواند به دانش و سواد دست یابد. واژه کشدار ترقی شما نمیتونم گونن برو اونجا توی اتاقی بشین تا ترقی کن. من تو اتاق نمیتونم بشین، من خود تو چادر بشین. من از اون ترقی صرف نظر بود. اینا باعث شد که من دنبال یک خوب دلسوزی مردم بردم و عشق به سواد و این باعث شد که من اصلا دست از همه چیز بکشم دنبال این کار بود. وقتی آدم عشق پیدا میکنه و دنبال یک کاری بود تو به عشق همه چیز روز میکنه. این دیار باز منو به این طرف کشون و مجموعه این رفت آمدها و ناراحتی ها مثلی که در من یک تصمیمی به وجود آورد که فکری بکنم برای این مردم و اولین قدمی که در این راه به نظرم رسید باید گذاشت این بود که این مردم رو باسواد کنم. قشقایی ها همه ساله بین سرزمین های سردسیر، ییلاق و سرزمین های گرمسیر، قشلاق کوچ می کنند. آنها در چادر زندگی می کنند. بخش بالایی چادر یا سقف آن سیاه چادر نام دارد و از موی بز بافته می شود. بخش دیگر دیواره جانبی است که چیغ یا چیت نام دارد و از ترکیب نی و موی بز ساخته می شود. لباس زنان قشقایی با رنگارنگی و تنوعش شناخته می شود. نهادی شدن آموزش در عشایر پس از 10 سال با حمایت اصل 4 ترومن و پشتیبانی دکتر کریم فاطمی به ثمر رسید و طرح تعلیمات عشایر در 890 نشست شورای عالی فرهنگ در تاریخ 10/10/1334 به تصویب رسید. بهمن بیگی همچنین دانش سرای تربیت معلم عشایری را بنیان گذاشت. من با این مکتب برای کار کردم و این خیال میکردم اگر روزی برسه که این مکتب دارها به جاشون لیسانسی و دیپلومیت چه بیداری میشه. متوجه اینقدر دوام آوردم تا کریم فاطمی میتونست 40-50 تا از این وزنای وزارت آموزش پرورش من داد. ما دیگه ساز و نقاره زدیم. گفتیم این کم سوادا این چهار کرده بودن که انقدر مردم مجذوب کردن دیگه حالا اینو چه خواهد کرد؟ محمد بهمن بیگی در روز 11 اردیبهشت 1389 بر اثر عفونت ریوی در 90 سالگی درگذشت.